پادشاه سایه وحشت را در کنار خود می دید و هر قدر این سایه به او نزدیکتر می شد، اطراف او از آدمیان تهی‌تر می گشت. گویی مردم اسرائیل دانه های برس را بر پیشانی او می دیدند. اگرچه آرزو داشتند که او را در میان خود نبینند، ولی این سخن هنوز بر زبانشان جاری نشده بود. همه جا وحشت توأم با خستگی که هیچ چیز نمی توانست آن را تسکین بدهد بر چهره ها خوانده می شد. حرکت قوم یهود در کوچه های اورشلیم با خاموشی و بدون گفتگو انجام می پذیرفت. حجره بازرگانان باز نشد و کیسه های طلا روزی را در خاموشی و بدون جنب و جوش گذراندند. مردان اسرائیل ابروها را به هم نزدیک می کردند و همانطور که از مقابل خیمه اجتماع می گذشتند، نگاه ناراضی و رنجورشان سراسر آسمان ابرالود را می پیمود. آه یهوه پدر آسمان! قلب پادشاه به نگاه تامار آلوده شده بود و روح قانعش اکنون در مقابل آسمان دست بلند می کرد. همه جا تحیر بیش از وحشت به چشم می‌خورد و بعد همین تحیر فراموش شد و وحشت سراسر زمین مقدس را فرا گرفت. کشیکچیانی که نیمه شب گذشته همراه پادشاه به دروازه رفته بودند برای مردم داستان نقل می‌کردند. پادشاه بی نیرو با قوت عشقش که می‌خواست اسرائیل را ببلعد به صحرا آمد. یک مشت مردم آزرده که پیراهن بر تنشان آویزان بود، کودکان رنجور و مادران مهنت کشیده به پادشاه نگریستند، ولی دیگر پادشاه آنها را نمی نگریست. اشک از چشم کسانی که به آینده بیشتر از گذشته خوشبین بودند سرازیر شد. نگاه ها به آسمان دوخته شد. خورشیدی را می‌خواستند که زیر ابر پنهان بود و هر روز آن را می‌دیدند. شاه آرام شروع به صحبت کرد. اسرائیل از من چه می‌خواهد؟ دست سکوت از همه چیز گذشت و کسی جواب نداد. اصابا خنده‌ای کرد و گفت: چقدر قوم مقدس شجاع است. زبان گنجشک بیشتر از اینها صحبت می‌کند. یک همهمه خفیف از پشت جمعیت برخاست و به زودی خاموش شد. امنون گفت: پادشاه برای سخن گفتن حاضر است. آیا سخن نمی گویید و روح او را رنجور می سازید؟ سرها به آرامی روی سینه ها خم شد و چشمها زمین را نگریست. اسرائیل برای بیان اضطراب خود جمله ای نیافته بود. امنون دوباره گفت: گویا سخنی نیست. من وقتی که به آسمان نگاه می کنم سخنان زیادی به زبان روحم می گذرد. آیا شما با من همدل نیستید؟ صدایی از میان جمعیت گفت: ای امنون، تو به جای ما سخن بگو. امنون به علامت نفی ابروانش را بالا برد و گفت: نه، من چگونه می توانم زبان اسرائیل را بیان نمایم؟ تمام مادران زن هستند، اما ای قوم مقدس، هر زنی می تواند مادری کند؟ من چگونه می توانم غمی را که شما به خاطر زنان و کودکانتان در دل دارید برای او بیان نمایم، حالان که من در روی زمین کسی را ندارم؟ آه ای بنی اسرائیل، قلب انسان هر قدر هم که تیره و سخت به سان سنگ های کوهستان که سیاهی بر آنها سایه انداخته باشد، باز تحمل محنت را نخواهد کرد. در آخر اشک به چشمان خواهد آمد. با دست اشاره به پادشاه کرد و به صحبت خود ادامه داد: بیایید ای مردم ستم کشیده و به پاهای او بیفتید، ناله کنید، چشمانتان را با خون و اشک بشویید، قلبش از سیاهی بیرون خواهد آمد. من او را می شناسم. او پادشاه راستی است. در سراسر روحش نقطه‌ای بدون محبت شما وجود ندارد. او نیز گریه کرده است.
پادشاه نخده ای را می نگریست و به سخنان امنون گوش می داد و اصابا با دختری شوخی می کرد، ولی اسرائیل هنوز نمی خواست صحبت کند. دو مرتبه امنون شروع به صحبت کرد. کسی سخن نمی گوید. آیا می خواهید او شما را سخن نگفته ترک کند؟ ناگهان جمعیت از نقطه دوری شکافته شد و مردی جلو آمد. صورتش سوخته بود و در گیسوانش موهای سفید کم و بیش به چشم می‌خورد. جوانی در وجود او هنوز خانه داشت. بازوان تیره و قوی او نشان می‌داد که در سراسر زندگی کار را فراموش نکرده. همه مردم اورشلیم او را می‌شناختند و به او شاول می‌گفتند. ماهیگیری بود که در کنار اردن تور به رودخانه می‌انداخت و در شهر کنار سکوی خانه ها می نشست و با پیر زنان صحبت می کرد. دختران را دلداری می داد و هیچ وقت لبخند گوشه لبش که حاکی از تسلط و محبت بود محو نمی شد. او همانطور که تور ماهیگیری را به دوش داشت به جلو پادشاه رسید و گفت: من به جای اسرائیل سخن خواهم گفت. آن وقت مردمی را که دور او جمع بودند نشان داد، یکی از میان جمعیت داد زد: بگو شاول، تو بهتر می توانی صحبت کنی. صدای دیگری دنباله صحبت قبلی را گرفت و گفت: یهوه را در نظر داشته باش. شاول دستش را به علامت سکوت بالا برد و گفت: بس است، همه چیز را خواهم گفت. بعد برگشت و در صورت پادشاه نگاه کرد. عصابا دست از شوخی با دخترک کشید و با تفحص مشغول نگاه کردن به او شد. شاول پایش را روی سنگی گذاشت و ساعدش را به زانو تکیه داد. آن وقت شمرده و آرام شروع به صحبت کرد. ای میکاه، پادشاه بزرگ اسرائیل، ما قدم تو را که به خاطر قوم مقدس از قصر زیبایت بیرون آمده است به روی چشم می‌گذاریم و تبرک می‌جوییم. تو سالهای زیادی است که بر اسرائیل پادشاهی می‌کنی و اسرائیل پادشاهی تو را نعمت خود می‌داند. هم در زمان توست که ما آرام و بی‌هیاهو با زندگی ناجور خود به سر می‌بریم. عدالت یهوه با توست و ما از این خوشنودیم. زنی که بچه‌ای به بغل داشت گفت: راست می‌گوید میکا. شاول نگاهی به اورشلیم کرد و ادامه داد: ای پادشاه، شاید مرا بشناسی. از زندگی من سالها رفته، آنطور که اکنون دیگر نمی دانم چند بهار قایقهای ماهیگیری را به درون اردن انداختم و چند زمستان در کلبه‌ام با توشه‌ای به استراحت پرداختم. اما در همه حال اسرائیل یار و همدم من بوده است. آنطور که جوجه های بیبال به کمک بالهای قادر و مسلط مادرشان به آسمان می پرند و بران مسلط می شوند، من نیز با یاوری اسرائیل زندگی را شناختم، خاکش را بوسیدم و نیز در همین زمین مقدس در درگاه یهوه پدر آسمان خواهم مرد. می خواهم به خاطر داشته باشی، همچنان که ابرها به خاطر حرکاتشان مدیون بادها هستند، من نیز مدیون اسرائیلم. بگذار از مطلب دیگری هم برای تو که همه سخنها را به دقت گوش می دهی سخن بگویم. ای مولای من، روزگاری که در این شهر پاهای من قوت جوانی را با خود داشت و در کوچه های اورشلیم مغرور و محکم قدم بر می داشتم، همچنان که برای هر جوانی اتفاق می افتد، دختران زیادی دلم را ربودند و من شیرینی عشق را درک کردم و از آن تا روز مرگ با لذت یاد خواهم کرد. می خواهم به خاطر داشته باشی عشق همانطور که آبها دشت را فرا می گیرند و به آن زیبایی می دهند، روح مرا نیز فرا گرفت. سالها بر من گذشت. من غیر از عشق چیزهای دیگری در زمین مقدس دیدم. روستاییان را دیدم که با مهنت زمینشان را شوخ می زدند و در موقع درو سهم پادشاه را کنار می گذاشتند.
کودکانی دیدم که در موقع تولد همراه مادرشان می‌گریستند و مادران به خاطر روزگار آینده موجود جدید آن را با اضطراب در قنداق می‌پیچیدند. پیرزنانی دیدم که به صورت دختران جوانشان که کم کم پای به سنین بالا می‌گذاشتند می‌نگریستند و در روحشان از اینکه مردی هنوز آنان را نخواسته بود اندوهی طغیان می کرد. همه اینها روح مرا به درد می آورد و می خواهم به خاطر داشته باشی همچنان که گلهای صحرا نشکفته از بی آبی به روی خود خم می شوند، جوانی در من پژمرد و عشقهایم را میان دشت ها گم کردم. ولی ای پادشاه بزرگ من، با وجود این در کوچه های اورشلیم راه می رفتم و ماهی می فروختم. پاهایم هنوز نیرومند بود زیرا که اسرائیل با غم بزرگش آرامش داشت. اکنون بگذار از تامار، زنی که ملکوم به داخل ما فرستاده، صحبت کنیم. ای پادشاه، من او را هنوز ندیدم ولی باید از آن زیبایی عجیب برخوردار باشد که روح قوی و سالم تو را به پای خود کشیده است. من هیچ وقت نمیخواهم تو را به خاطر عشقت، عشق تو به زیبایی سرزنش کنم. این سرشت انسان است که باید به خاطر زیبایی به هلاکت افتد. اما امروز من دیگر نمیتوانم در کوچه های اورشلیم راه بروم و مردمش را دوست بدارم. باید فهمید که مردم از زندگی خودشان مانند قلعه‌ای دفاع میکنند. در این گونه مواقع خشن و بیرحم می شوند. عواطفشان لطافت و رقت ندارد. به سوی آسمان فقط به خاطر کمک نگاه می کنند. اما با وجود این بیچاره و ترحم انگیزند. آری مولای من، مردم روی زمین کور و زمخت می باشند. اما تو باید به خاطر داشته باشی که جهالت ترحم انگیز است. اگرچه مردمان جاهل کینه می ورزند، اما همانطور که اسبهای مجروح دل انسان را به سبب بیزبانیشان به درد می آورند و انسان از لگدهای وحشیانه ی حیوان خشمناک نمی گردد و به زخمش مرهم می گذارد، نادانی را باید با محبت رام کرد. انسان با محبت رشد می کند و با گذشت کامل می گردد. ای پادشاه، در صورت دردآلود این طفلی که در جلوی من ایستاده و صورت اندوهناک تو را می نگرد نگاه کن. شاول دستش را آرام بر سر آن طفل گذاشت و به نوازش گیسوان کوتاه او پرداخت. گفت: خوب نگاه کن. آیا قلبت را محبت فرا نمی گیرد؟ آیا چشمانت نمی خواهد به خاطر بیگناهی این طفل که صادقانه برای تو مزارع اورشلیم را درو می کند گریه کند؟ چرا پادشاه، چرا می خواهی گریه کنی و تسلا یابی؟ من مردم اورشلیم را می شناسم. این مردم زمخت و درد کشیده حاضرند بهترین هدایای خودشان را که فرزندان و زنان آنان باشند به پای تو اندازند. ای راهیل، زنی که فقط یک کودک دو ساله داری و آن را چون جان حفظ می‌کنی، به پادشاه بگو که حاضری او را در پیش پایش قربانی کنی. و تو ای ایوب، بگو که با تمام عشق جنون‌آمیزت به نامزدت میکال می‌توانی بی چون و چرا او را به آغوش پادشاه اندازی. اوه پادشاه، همه حاضرند، قیافه‌ها صادق است، همه به خاطر تو حاضرند کلبه هایشان را آتش بزنند، طفلانشان را به راحت از دست بدهند. آیا قلبت شکست؟ هان گریه می کند، گریه می کند. عشق محبت از چشمان پادشاه می ریزد. او پادشاه محبت است، آرام و پدران رعیتش را نوازش می کند. صدای گریه می شنوم. هان، این شما هستید فرزندان اسرائیل که گریه می کنید. عشقهایتان را به پیشگاه یهوه تقدیم کنید. می بینم که اسرائیل زنده می شود و پاهایم قوت می گیرد. اراده یهوه بر این قرار گرفته که زمین مقدس شاداب بماند. کسی غیر از او نمی توانست چنین کاری را بکند. مگر نه این است که لاویان
می‌خوانند اعمال خدا را ملاحظه نما، زیرا کیست که بتواند آنچه را او کج ساخته است راست نماید. پانویس: لاویان فرزندان هارون، برادر موسی، که خداوند به آنها اجازه داد تا در خیمه اجتماع دعا بخوانند. ادامه داستان. عصابا زیر لب گفت: برای همین است که در روی زمین راستی وجود ندارد. شاول به طرف او نگاه کرد و گفت: همین طور است مولای من، راستی به چشمان کج دیده نمی شود. پادشاه به آرامی گریه می کرد و امنون آهسته سر تکان می داد. شاول جلوتر آمد و به پادشاه گفت: به فرزندان اسرائیل چه جواب می دهی؟ پادشاه بدون اینکه به او نگاه کند گفت: تا غروب به شما جواب خواهم داد. شاول گفت: ما نیز تا عصر برای یهوه دعا خواهیم کرد. پادشاه به طرف قصر بازگشت و همانطور که قدم بر می داشت عصابا در عقبش می گفت: انسان احتیاج به ترحم دارد؟ او همین کافیست که او را موجودی سرخورده بدانیم. کسی حق زیستن دارد که زیبا باشد و زیبایی را به وجود آورد. دیگران توفیلی هستند، باید فقط نفس بکشند. قوم مقدس در صحرا به درگاه یهوه نالید. لاویان بر تابوت عهد خدا بخور گذرانیدند و همراه دعای اسرائیل چنگ نواختند. با وجود این ظلمت همه جا را فرا گرفته بود. مدت‌ها می‌گذشت که میکاه پادشاه با تامار در اتاقی خلوت کرده و پرده‌ها را به روی خود کشیده بود. پادشاه می‌خواست تصمیم بگیرد و این تصمیم برای اسرائیل ممکن بود گران تمام شود. مردم اسرائیل گردونه‌ای برای بردن تامار حاضر کرده بودند و این گردونه به وضع مضحکی زینت داده شده بود. شکلک‌هایی از مولک، بعل، اشتمورت، ملکوم و کموش در اطراف آن دیده می‌شد. دو خر لنگ گردونه را می‌کشیدند. اشخاص ولگرد و مسخره‌های اسرائیل همراه کودکان دور آن جمع شده بودند. با وجود این هنوز جرأت جنجال نداشتند. وحشت بر تمام اورشلیم مستولی بود. ساعات می‌گذشت و از اتاق تاریک که در آن پادشاه با تامار نشسته بود خبری نبود. مسخره‌ها آهسته با هم سخن می‌گفتند. صحبت در اطراف ماجرایی بود که چند لحظه پیش آن را دانسته بودند. می گفتند آزار به سردارانش پیغام داده که دیگر برای هیچ جنگی حاضر نخواهد شد، اگرچه فلسطینیان به اورشلیم داخل شوند. آنها علت این امر را در ورود تامار به اورشلیم می دانستند. بعضی ها هم می گفتند که ایزابل جواب رد به آزار داده است. مسخره‌ها شانه‌هایشان را بالا می‌انداختند و می‌گفتند شاید سرش جای دیگر بند شده باشد. غروب نزدیک می‌شد و از پادشاه خبری نبود. در صحرا دیگر کسی دعا نمی‌خواند. چشمان منتظر به کاخ پادشاه دوخته شده بود. الاغ‌های لنگ گاه به گاه پای مجروح خود را زیر شکم جمع می‌کردند. باد آرام و سنگین می‌وزید و خاک روی برگ‌های شاداب می‌نشست و آنها را کدر می‌کرد. همه چیز در نهایت خضوع خیش بود و خورشید از پشت ابر به نرمی به چاه سیاهی فرو می‌رفت. افق دهان خیش را برای بلعیدن آن گشوده بود. ناگهان پرده اتاق تاریک بالا رفت و تامار آهسته از آن بیرون آمد. نگاه کنجکاو او همه کس را دید و بعد بدون اینکه کسی به او دستور دهد از گردونه بالا رفت. فریاد اسرائیل به آسمان بلند شد. همه هلهله کشیدند. بت‌هایی را که در میان شهر انباشته بودند آتش زدند. زبانهای آتش تا بام خانه ها می رسید.
مسخره ها با نی و دایره عقب گردونه به راه افتادند و پای کوبان همانطور که به طرف دروازه می رفتند می خواندند: ای دختر زیبا، سلام ما را به ملکوم برسان. همانطور که شهر ما را ترک می کنی، ما از غم جدایی به رقص آمده ایم. آسمان هر آن روشن‌تر می شد. همه چیز زندگی خود را از نو شروع می کرد. در آخرین دقایقی که خورشید می خواست در سیاهی شب محو شود، از پشت ابر بیرون آمد و مانند تشت آتشی سرخ. زنان و مردان، کودکان و پیران در کوچه های شهر با طرب می گشتند و مشعلهای آتش برای دختران اورشلیم که از پنجره آشوب کویها را می نگریستند پرتاب می شد. کوزه های شراب در کف میدان ها می غلطید و جوانان مست به یکدیگر تکیه می دادند و در حالی که آوازهای اسرائیل را می خواندند، تلو تلو خوران کوچه ها و بازارها را در پشت سر می گذاشتند. اما پادشاه همانطور در اتاق تاریک نشسته بود و نقطه ای را می نگریست. قدری که سر و صدای مردم کم شد، به کنار دریچه ای آمد و به تماشای اورشلیم پرداخت. سردی تنهایی را به روی بدنش حس می کرد. گردونه تامار از او فاصله می گرفت و بچه ها با چوب های بلند و کوتاهی که در دست داشتند او را می آزردند. ولی نگاه او با گذشت همه را می نگریست. موهای سیاهش با خستگی بر شانه لخد او ریخته بود و چشمانش مانند مرغی که جوجهش را در دست صیادی ببیند با اضطراب و ملتمسانه به جایی نگاه می کرد. پادشاه زیر لب زمزمه کرد: ای محبوب من، برگرد تا نسیم روز بوزد و سایه ها بگریزد. پادشاه دیگر گریه نمی کرد. همه چیز را در خود کشته بود، اما خود او به خوبی می دانست اگر چه زخمی بهبود یابد، اما جای آن تا ابد باقی خواهد ماند. قلب او با دلتنگی می زد. یک اندوه بزرگ که با خیالی دور آمیخته شده بود روح او را فرا می گرفت. آری، بالاخره پادشاه دست به چشمان خیش برد تا از ریزش قطرات گرم و شور به روی محاسنش جلوگیری کند. امیال کوچک وقتی به صورت هوس در آمدند، مردان بزرگ را بنده خود خواهند ساخت. این جمله از دهان او خارج شد. پادشاه نگاه دیگری به اورشلیم انداخت. شعله های آتش به آسمان کشیده می شد و صدای طبل خیمه اجتماع سنگین و یک نواخت به گوش می رسید. هر ضربه که نواخته می شد بطه ای آتش می گرفت. اسرائیل برای خدای خود یهوه جشن گرفته بود و پادشاه تنها این جشن را تماشا می کرد. پادشاه اتاق را ترک گفت و از پله های سنگی یک پلکان قدیمی که به بالاترین نقطه قصر منتهی می شد بالا آمد. خیلی به آرامی قدم بر می داشت. گویی پادشاه اسرائیل دیگر یارای کشیدن خود را نداشت. وقتی که به بالای قصر رسید، آنجا که همه چیز در زیر پای او قرار داشت و می توانست دست خود را به آسمان بساید، نفس عمیقی کشید و به ابرهایی که دور می شدند نگریست. هنوز سرخی غروب با آنها بود. باد شبانگاه گیسوان بلند او را نوازش می داد. پادشاه به طرف افق زانو زد و دستانش را در مقابل سینه به هم کلید کرد. سرش را روی سینه خم کرد. آنگاه زیر لب گفت: خداوند من، ای یهوه، پدر آسمان ها. روح یهوه اطراف او را فرا گرفته بود. آهسته به او می گفت: میکاه، بنده من، مشقت انسان را بزرگ می کند. مشقت به پسر انسان یاد می دهد که چگونه می شود مانند طفلی به آسمان راه یافت. روح من بر زخمت مرهم خواهد گذاشت. پیشانیت را رو به آسمان بلند کن تا فرشتگان خدا آن را ببوسند. میکاه پادشاه سرش را آهسته به طرف آسمان بلند کرد، ولی چشمانش بسته بود و قطرات اشک
در نوک مژگانش می درخشید. روح یهوه می گفت بعد از این سلطنت تو بر اسرائیل پرشکوه تر و زیباتر خواهد بود. فرزندان تو تا ابدالآباد سروری خواهند کرد. رمه ها و گوسفندانت در دشت های دور، آنجایی که تو هیچ وقت آن را نشناخته ای، خواهند چرید. آرامش خداوند با تو خواهد بود. میکا پادشاه زیر لب گفت متبارک باد نام یهوه که با بندگانش در عدالت است. اما او میدانست که نیرو از پایش کشیده می شود و در روی زمین کسی نیست که او را تسلا دهد، و برای او بهتر است سالها بر بالای قصرش نزدیک به آسمان تنها باشد، تا اینکه باز به آن تالار وسیع که ستونهای سیاه و طویل از هر طرف آن سر به آسمان کشیده اند بازگردد، زیرا در آنجا با روح خدا سرگرم بود. آیا این تسلیت کوچک می توانست روح زخم خورده او را تسکین بدهد؟ یهوه هم این را به خوبی می دانست. از همین جهت در آسمان می گفت ای فرشتگان رحمت، به سوی میکاه پادشاه بشتابید و او را با مهربانی های خود دلداری دهید. خواب های طلایی را به سوی او برانید تا وجود او را مسحور کنند. او را در آغوش بگیری تا سنگینی بار خود را در نیابد. اکنون درهای آسمان به روی او باز است. پادشاه با دردی که آرامش نیافته بود خود را تسلیم می کرد، زیرا در همان وقت یورام کاتب بر پوست آهو می نوشت قانون، قانون یهوه سبایوت، آن نیروی عظیم و سهمگین که در شکم بادها می دود و در قرش رعدها به سینه آسمان می کوبد، تو را ای کاتب ملامت خواهد کرد. عزیزان من، تاریخ پادشاهان چنین قانونی را هرچند چون کنگره های ملکوت دست نیافتنی باشد به اثبات می رساند، با این شرط که کج نبینیم و بر سر صحت وقایع چانه نزنیم. و آزار که مریض عشق شده بود آسمان را با خیال ایزابل جستجو می کرد و عصابا در روی مهتابی شراب می نوشید و شکفتن گلهای سفید را می نگریست. گلهایی که انتظار سحر را می کشیدند و به خاطر آن در این جهان بزرگ چند روز بار سنگین زندگی را تحمل می کرد. تن نمناک سحر از سینه الفزار شبنم میمکید و چوپانان اسرائیل سر از خواب گرانبار بر می داشتند. شیطان همچنان که چشم بر هم گذاشته بود سخن می گفت و بازوان یکولیا را نوازش می داد. بله یکولیا، عصابا شراب می نوشید تا فراموش کند که زمین انسان را فراموش کرده و به جای آن به دنبال پستی می دود، تا فراموش کند که زمین از گدایان، آنها که روحشان تحقیر شده و آن تحقیر را اکنون حس نمی کنند، بیشتر خوشنود است. آن یکولیا، گریه می کنی؟ گریه برای کودکان که بیچاره و ذلیلند آفریده شد و اکنون همه بشر بدان محتاج است و این جهانی نبود که من به خاطر آن رنج کشیدم. شیطان برای لحظه‌ای همانطور که افق را نگاه می کرد چیزی نگفت. آنگاه سر یکولیا را از روی سینه‌اش برداشت و به چشمان او نگاه کرد. هان یکولیا، باز هم بر عشق کوشه چوپان تأسف می‌خوری؟ آیا هنوز هم می‌خواهی زنگوله‌ها در پایت صدا کنند و چوپانان در گوش هم بگویند یکولیا اوست که می‌آید؟ یکولیا گویی نمی‌خواست به سوالات او جواب دهد. از این جهت گفت در این دو روز که تو بر اورشلیم دست داشتی مغلوب نیروی او شدی. شیطان خنده‌ای کرد و گفت قدرت قوانین از دست رفته، آنهایی که دیگر مهار نمی شوند به چشم او خورد.
میکا بعد از آن حادثه اگرچه او را پادشاه اسرائیل میدانستند، ولی او حتی بر افکار خود هم پادشاه نبود. سردار اسرائیل آزار در کناری افتاده بود. اگر رهایش میکردند خود را به دامن فلسطینیان میانداخت. سنگ تراش اینها را دید. تو چطور یکولیا؟ آیا چشمانت نمیبیند؟ یکولیا سرش را دو مرتبه به سینه شیطان تکیه داد و به آرامی گفت: من همه چیز را خواهم دید، اما برای فردا نگرانم. شیطان به نوازش گونه های او پرداخت و گفت: فردا من نیز برای آن نگرانم. این به عهده اسرائیل است که امیالش را بشناسد. یکولیا، تو عشق را دریاب، زندگی آسان تر خواهد شد. باید دید چه می شود. یکولیا آرام سرش را تکان داد. شیطان با عصایش به افق اشاره کرد و گفت: یکولیا، نگاه کن، آسمان روشن می شود. خواب چوپانان سبک شده. روز مهنت زای دیگری در انتظارشان است. بله، دود کنده های هیزم رو به آسمان بلند می شود و ما هنوز صحبت می کنیم. مرا رها کن یکولیا، بگذار همراه آمدن آفتاب من بگریزم که زیر آفتاب زشتی ها نمایان ترم. شیطان از جای خود برخاست و فانوسش را نیز به دست گرفت. یکولیا مبهوت و متعجب او را می نگریست. شیطان عصایش را بر آب عبانه گذاشت و به روی آب قدم برداشت. آرام و مطمئن از یکولیا فاصله گرفت. همانطور که در روی آب دور می گشت، وجودش رؤیایی تر و محو تر می شد. انقدر رفت تا در مه سحرگاه ناپدید شد. رنگ‌های پیشرس خورشید در جام بلورین صبح می‌شکست و عبانه به راه خود می‌رفت. یکولیا همانطور که به دنبال خیال شیطان به افق می‌نگریست، روی علفزارهای کنار عبانه نیمه عریان تنها دراز کشیده بود. اول شهریور 1333